سرخط خبرها. سازمان ملل درباره خطر بازگشت داعش و گسترش مجدد تروریسم در سوریه هشدار داد. هنوز زنده هم. بایدن به شایعه مرگ خود پاسخ داد. رئیس سرویس مخفی آمریکا در پی سوی قصد ناکام به جان ترامپ استعفا داد. آمریکا میگوید ممکن است برای حفظ امنیت ژاپن از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. به کانال انفو تیوی خوش آمدید. سازمان ملل درباره خطر بازگشت داعش و گسترش مجدد تروریسم در سوریه هشدار داد. گیر پدرسن گفت پس از 13 سال جنگ در سوریه این کشور کماکان مملو از گروه‌های مسلح، سازمان‌های تروریستی، نیروهای خارجی و خطوط مقدم جنگی است. اگرچه سالها از شکست گروه داعش و اعلام پیروزی بر آن می‌گذرد، گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه، طی گزارش جدید به شورای امنیت ضمن هشدار درباره خطر بازگشت داعش و گسترش مجدد تروریسم در سوریه، احتمال داد که حملات این گروه تندرو طی سال جاری دو برابر شود. پدرسن تأکید کرد که بازگشت گروه تندرو داعش جان غیرنظامیان در سوریه را به ویژه در شرایطی که آنها با آوارگی طولانی مدت و وضعیت انسانی وخیم مواجه هستند، به خطر می‌اندازد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه همچنین به این واقعیت اشاره کرد که پس از 13 سال جنگ در سوریه این کشور کماکان مملو از گروه‌های مسلح، سازمان‌های تروریستی، نیروهای خارجی و خطوط مقدم جنگی است. او به شورای امنیت درباره وضعیت حساس امنیتی در سوریه هشدار داد و گفت خطر درگیری منطقه‌ای در سوریه به ویژه با تشدید حملات اسرائیل به این کشور کاهش نیافته است. هشدار درباره بازگشت داعش. پدرسون همچنین تأکید کرد که مناقشه سوریه در نهایت یک درگیری سیاسی است که تنها زمانی حل می شود که طرفهای سوری بتونند به خواسته های مشروع خود دست یابند. تخمین زده می شود که حدود 500,000 نفر در نتیجه این درگیری ها کشته و نیمی از جمعیت 23 میلیونی این کشور بر اثر جنگ آواره شدند. گروه تندروی موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام داعش در سال 2014 بر گستره وسیعی از خاک سوریه و عراق که به تصرف خود درآورده بود، حکومت خلافت اعلام کرد. در این راستا، پدرسون از شورای امنیت خواست تا به ادامه مذاکرات صلح تحت رهبری سوریه با مشارکت بازیگران اصلی بین‌المللی پرداخته و این اقدامات را مطابق با قطعنامه‌ای که شورای امنیت به اتفاق آرا در سال 2015 تصویب کرده است، دنبال کند. این در حالی است که ایالات متحده اعلام کرد در صورت عدم دستیابی به یک راه حل سیاسی واقعی و پایدار، روابط خود با سوریه را احیا نخواهد کرد و تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد. خبر دوم. هنوز زنده هم. بایدن به شایعه مرگ خود پاسخ داد. جو بایدن، رئیس جمهور غایب، پس از اینکه غیبتش بسیاری را نگران کرد، اولین حضور صوتی خود را ثبت و ضبط کرد و در آن حمایت خود را از معاونش کاملا هریس اعلام نمود. العالم آمریکا. بر اساس گزارش ها، در زمانی که هریس در طول مبارزات انتخاباتی خود روی تریبون ایستاده بود، از بایدن در قرنطینه تماس تلفنی دریافت کرد که در کمپین انتخاباتی خود در کنار کاملا هریس ایستاده و به شدت تلاش کرده و به عنوان یک رئیس جمهور صاحب اعتبار از او در انتخابات حمایت خواهد کرد. بایدن در این تماس صوتی خود با هریس میگه من هیچ جا نمیرم و در کمپین انتخاباتی در کنار کاملا هریس و با او همراه خواهم بود. من همچون یک بلای آسمانی به عنوان یک رئیس جمهور تمام عیار حال حاضر که به تصویب قوانین میپردازد عمل خواهم کرد. بایدن افسود همانطور که میدونید ما هنوز به نجات وحفظ این دموکراسی نیاز داریم و این در حالی است که ترامپ همچنان یک دشمن بالقوه برای جامعه آمریکا به حساب میآید. او خطری بزرگ برای کشور آمریکاست. پس از این گفته ها، بایدن و هریس در پی رد و بدل کردن جملاتی محبت آمیز با یکدیگر، هریس او را خطاب قرار داده و گفت ما جو و همسرش جیل را دوست داریم، ایشون برای ما مثل اعضای خانواده من هستند و این احساس متبادل و دو طرفه است. من میدونم که تو هنوز اینجا حضور داری و هیچ جا نمیروی، جو، من مواظب توام و دوستت دارم. گفته میشه غیبت بایدن پس از کنارگیری از نامزدی ریاست جمهوری منجر به گمانه زنی‌هایی مبنی بر مرگ او شده است، تا جایی که برخی از رسانه‌ها و سیاستمداران را بر آن داشت تا از بایدن بخواند عکسی از خود همراه با یک نسخه اخیر از یک روزنامه بگیرد و منتشر کند تا ثابت شود که هنوز در قید حیات است.
در اوایل صبح امروز کاخ سفید وعده داد که باید امروز در دفتر خود به کار خود بازگردد. خبر سوم، رئیس سرویس مخفی آمریکا در پی سوی قصد ناکام به جان ترامپ استعفا داد. کیمبرلی چیتل رئیس سرویس مخفی آمریکا به دلیل شکست در جلوگیری از سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد انتخابات 5 نوامبر 2024 استعفا داد. رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه به وقت محلی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که کیمبرلی چیتل رئیس سرویس مخفی آمریکا استعفای خود را در بحبوحه نقص‌های امنیتی مربوط به سوء قصد اخیر به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ارائه کرده است. او گفته است با قلبی مملو از درد استعفا می‌دهد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قانونگذاران و یک ناظر داخلی دولت جو بایدن تحقیقاتی را در مورد نحوه عملکرد آژانس در مورد تامین امنیت ترامپ و چگونگی تیراندازی یک مرد مسلح به سمت نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری 2024 در پنسیلوانیا انجام می‌دهند. درخواست‌های دو حزبی در کنگره برای استعفای رئیس سرویس مخفی و فشار قانونگذاران جمهوری‌خواه برای استیضاح او در چند روز اخیر افزایش یافته بود. قانونگذاران به ویژه پس از حضور کیمبرلی برای شهادت علنی در مقابل کمیته نظارت مجلس در روز دوشنبه، جایی که وی تمایلی به پاسخگویی به بسیاری از سوالات کمیته نداشت، خشمگین شدند. در ساعات اولیه پس از تیراندازی، چیتل تأکید کرده بود که کنارگیری نخواهد کرد. چیتل در سال 2022 توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ریاست سرویس مخفی منصوب شد. چیتل هفته گذشته در مصاحبه‌ای با CNN گفت که این آژانس تنها مسئول طراحی و اجرای امنیت در محل سخنرانی ترامپ در پنسیلوانیا بوده است. رئیس سرویس مخفی ایالات متحده روز دوشنبه در پی سوی قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی اذعان کرد که او و این سرویس امنیتی در انجام عملیات خود شکست خوردند. خانم چیتل که با درخواست‌های جمهوری‌خواهان برای برکناری مواجه است، در شهادت خود برابر کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره گفت: ما شکست خوردیم. به عنوان رئیس سرویس مخفی ایالات متحده، مسئولیت کامل هر گونه سهلانگاری امنیتی را بر عهده می‌گیرم. رئیس سرویس مخفی آمریکا افزود تلاش برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در 13 جولای قابل توجه ترین شکست عملیاتی سرویس مخفی در چند دهه اخیر است. چیتل درباره ادعاهای جمهوری خواهان مبنی بر این که سرویس مخفی آمریکا از ارائه منابعی برای محافظت از ترامپ دریغ کرده است، توضیح داد که امنیت رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قبل از این حادثه تیراندازی افزایش یافته بود. و در آخر، آمریکا میگوید ممکن است برای حفظ امنیت ژاپن از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. آمریکا اعلام کرد حاضر به استفاده از تسلیحات هسته‌ای در راستای عملی کردن معاهده امنیتی خود با ژاپن است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دانیل کرایتنبرینگ، دستیار امور اقیانوسیه و شرق آسیایی وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست مطبوعاتی که روز دوشنبه با موضوع بررسی سفر آنتونی بلینکن به منطقه آسیا اقیانوسیه برگزار کرد گفت: تعهدات ما طبق معاهده امنیتی با متحدمان ژاپن مستحکم بوده و ما متعهد به استفاده از تمامی ابزارهای تحت اختیار آمریکا از جمله سلاح هسته‌ای به منظور تضمین عملی کردن این تعهدات هستیم. دانیل کرایتنبرینگ ادامه داد: آمریکا و ژاپن در مواجهه با تهدیدات بی‌سابقه فزاینده در منطقه به شکلی مسئولانه ایستادگی خود را به نمایش خواهند گذاشت و ما نه فقط از دفاع از ژاپن بلکه از مشارکت در امنیت منطقه اطمینان حاصل خواهیم کرد. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و لوید آستین، وزیر دفاع این کشور قصد دارند به زودی نشست‌های مفصل با همتایان ژاپنی در توکیو درباره موضوع بازدارندگی داشته باشند. این دیپلمات وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت بلینکن احتمالاً در زمان شرکت در 57مین اجلاس وزیران امور خارجه سازمان آن در لاوس به دیدار و گفتگو با وانگی وزیر امور خارجه چین خواهد پرداخت. ژاپن و آمریکا در سال 1960 میلادی پیمان امنیت و همکاری دوجانبه را منعقد کردند و این پیمان به نوعی اساس اتحاد دو کشور پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل می‌دهد.
طبق این پیمان امنیتی، ژاپن به نیروهای نظامی آمریکا پایگاه و تسهیلات برای استقرار نیرو در این کشور و یا نزدیک آن داده و آمریکا هم متعهد به دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات و حملات نظامی شده است. ژاپن با دادن پایگاه و متعهد شدن نسبت به هزینه استقرار این نیروها از چتر حفاظتی آمریکا برخوردار شده است. وی تصریح کرد سطح امنیت فراهم شده برای رئیس جمهور سابق از مدت‌ها قبل از مبارزات انتخاباتی افزایش یافته است و با پیشروی تهدیدها به طور پیوسته در حال افزایش است. مأموریت ما سیاسی نیست، بلکه به معنای واقعی کلمه مسئله مرگ و زندگی است. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.